خب اولین شب ما بود در نیوزلند یا آکلند. من تو مسجد استراحت کردم و نزدیک غروب یکی از همون دوستانی که ظهر به استقبال من اومده بودن در غروبگاه اومد دنبالم و با خودرو ایشون رفتیم به مسجد. جمعیت خوبی اومده بودن، وارد مسجد که شدم دیدم الحمدلله جمعیت خوبی اومدن. برای نماز رفتم قسمت محراب مسجد. خب اون سمت مسجد تقریبا یعنی همش شیشه بود، پنجره یا درهای شیشه بود و تاریک بود، هوا شده بود مثل آینه، ما خودمون توش میدیدیم. لذا من هم پیل داشتم برای مسجد آماده، برای نماز آماده میشدم، یکی از دوستان داشت میکروفون رو حاضر میکرد. به یکی از دوستان گفتم آیا امکان داره، نمیخواستم خیلی هم اذیت بشن، گفتم امکان داره یه پارچه چیزی اینجا ما بزنیم که این جلومون لااقل مثل آینه نباشه، حواس نمازگزارا پرت نشه. که خب سریع اونجا پیدا کردن یه چیزی رو یه موقت نصب کردن و گفتم ما در آینده هم انشاءالله اینجا رو پرده میزنیم. بعد از نماز و بعد از قرائت زیارت عاشورا من منبر رفتم. مخاطبا ایرانی بودن و تعداد زیاد افغان بودن، خیلی با دقت گوش میدادن. این برای من سخنرانی که مطلبم رو با انگیزه میگم و براش وقت میذارم خیلی مهم بود که احساس میکنم دارن گوش میدن به واقع و میخوان یاد بگیرن و مخصوصا یه دست جوان رو مینوشتن. خب همطوری که قبلا هم گفتم بعد از این مراسم شب اول فرصتی شد ما با تاون دیگه، من از اینجا بعد نمیگم هیئت امنا، چون بعدا فهمیدیم حالا بحث شد که هیئت امنا هست نیست، ما اسمشو میذاریم فعالان مسجد. اونجا یه جلسه گذاشتیم و با هم آشنا شدیم که گفتم با علارغم اختلاف جدی فکری و عقیدتی که با هم داشتن، اما در برپای مراسم امام حسین همه با هم هم فکر و هم دل بوده. یکی از ویژگی اونجا که کار برای سخنران دشوار میکرد، خیلی جا شاید اینطوری باشه خارج از کشور، این هست. حالا بعدها انشاءالله ما به خاطرات نامیبیا برسیم. اینجا که دیگه مسجد قبا در نامیبیا که اصلا خیلی وضعیت سخت‌تر، ملیت‌های مختلف، مذاهب مختلف. حالا اینجا هم همین، حالا درست همه اکثرا شیعه بودن اما افغان، ایرانی و طرز فکرهای مختلف داشتن و این یه مقداری سطح سواد مختلف، معلومات دینی گوناگون، برخی معلومات دینی کمی داشتن اما فکر میکردن خیلی باسوادن. این تو خارج شما زیاد مواجه میشید، یعنی فکر میکنن دیگه کارشناس دینن در حالی که هیچ اطلاعاتی نداره. و خب این برای سخنران این مقدار کار رو سخت میکرد، یه صحبتی بکنه که همه بفهمن و برای همه هم قابل فهم باشه و از اون برم درد سرساز نشه، چون خیلی انرژی میگیره. شما یه نیم ساعت منبر صحبت میکنید بعد چهار ساعت باید پایین وقت بذاری که مثلا حالا اون مشکلات حل کنه، به کسی بر نخوره اینها. خب این تجربه های سفرهای قبلی ما به خصوص به لهستان، این به ما کمک میکرد که یه مقداری اینو بتونیم جمع جور بکنیم. این تفاوت همون شب اول خودشو نشون داد. مثلا حالا من مثال بزنم، ما از همون اول یه دین بودا جا حواست باشیم، میخواستن به ما کمک کنن که چی بگیم چی نگیم با فضا و جا از کجاب چیزی نگی ها. اینا خیلی از خانمایی که میرسن به حجاب اعتقاد ندارن، بهش میبرن. یه دوستان دیگه آجا اینجا مهمترین مشکل حجاب، از حجاب بگی یا حجاب دقیق تست کن. آجا های قبلی اومده مثلا یه جور از حجاب گفته که انگار حجاب خیلی مهم نیست. از این حرفا که هی اینو بگو اونو نگو. از اون طرف منم عادت نداشتم خاندان باشم حرفای خونسا بزنم، دو تا بچر بکنم و یه چیزی بگم که تهش بگم خیلی قشنگ بود اما نفهمیدم چی بود. میخواستم یه حرفی بزنم که به درد بخوره، به درد اون مخاطب بخوره. به هر حال حالا تلاش کردیم آروم آروم یه صحبتی بکنیم که هم به درد مخاطب بخوره هم خیلی به کسی بر نخوره.
دوستان افغان گفتم، مخصوصا دوستان افغان، هم ایرانی ها هم به خصوص دوستان افغان به ما محبت داشتن. الان بالاخره ایرانی ها هموطن ما بودن، خب طبیعی بود، اما دوستان افغان این خیلی محبت داشتن. از همون شب اول دعوت شروع شد دیگه، برخی از ایرانی هم وعده دادن که ما برنامه‌ریزی میکنیم مثلا با هم بریم حالا جای دیدنی رو ببینیم. سفرهای کوتاه مدت این خوبی رو داره دیگه، بالاخره شما مهمانید، مهمان کوتاه مدتید و معمولا دوستان محبت دارن و خیلی اذیت نمیشید. خب آخر شب به هتل برگشتم، خیلی هم خسته بودم و سریع هم خوابم برد. صبح زودم که بیدار شدم یه یکم قدم زدم دور هتل، هوای خوب اونجا، و بعدم صبحانه و نشستم اون سخنرانی. حالا با توجه به مخاطب چیز شناختی که از مخاطب پیدا کرده بودم سخنرانیامو تنظیم کردم، چون معمولا من کلیت سخنرانی آماده میکنم، سخنرانی شب اول رو آماده میکنم، بقیهش رو میذارم با این بعد که ببینم مخاطبم چه ذائقه‌ای داره، چه نیازهایی داره، اونجا آماده تنظیم میکنم. ما شب بعد از مراسم خب همون که میشد با آقام با مردم مینشستیم، جلسه یه گرده داشتیم، خود به خود تبدیل میشد به پرتش و پاسخ، خیلی هم خوب بود، مفید بود. بعض وقتا آقام، بعض دوستان سوال خصوصی داشتن، بعض از آقایون خب یه جای خلوتری پاسخ میدادن. اما از اون برم دیدیم خانوما خیلی سوال دارن، هی سوالشون رو میفرستن بحث میکنن. ما پیشنهاد دادیم که یه ساعت، یه پیشنهاد شد در کل به این جنبندی رسیدیم، یه ساعتی قبل از سخنرانی، یعنی قبل از نماز مغرب ما بذاریم توی مسجد و به عنوان کلاس که بتونن خانوما حالا اگر سوال شخصی دارن بیان اونجا، مثلا اون وقت ما هستیم. اگر اول نیت این بود اونجا من حاضر بشم، کسی سوال شخصی داره بتونه به اونجا بپرسه، چون خیلی اونجا یعنی سوالات خانوم ها چه بحثای زندگیشون، چه بحثای دینی، سوالشون بحث بیشتر از آقایون. ما اینو آماده کردیم، اما همون روز اول تقریبا 20 نفر خانم اومدن، یعنی تبدیل شد به جلسه عمومی دیگه، و با پیشنهاد خودشون ما اونو تبدیل کردیم به یک کلاس، یعنی یه اتاق رو تو مسجد اول انتخاب کردیم به عنوان حضور داشتن بنده بعد از ظهر برای پاسخ به سوالات شخصی خانم ها، که بعد دیگه همون جلسه اول تبدیل شد به یک کلاس. یعنی خانم ها تقریبا 15 نفر حاضر شده بودن و گفتن خیلی سوالات مشترک و این هاست، من کلی پرسیدم تو چه زمینی هست، و برای اون اساس ما گفتم بیایید یک کلاس اعتقادی بذاریم که حالا در ضمنش سوالات دیگه هم پاسخ داده میشه، اگر هم خیلی سوال شخصی داشت بعد از کلاس میتونی سوالشو بپرسی. پرسش هایی که داشتن خب مثلا در مورد حقوق زن، برخی از شبهات در مورد اسلام، حجاب، در مورد فلسفه بعضی از احکام سوال داشتن، در مورد تفسیر برخی از آیات قرآن اینا سوال داشتن، مسائل اجتماعی مربوط به روابط دختر و پسر و زن و مرد و اینها سوالاش تو این حوزه بود. خلاصه من پیشنهاد دادم که ما بیایم یک کلاسی برگزار کنیم با موضوع اعتقادی، و اسم کلاسمون هم گذاشتیم، یعنی موضوع کلاس رو کارکردهای دین، و دیگه کلاسمون همه مخاطب انگلیسی بهتر میفهمیدن، همه جوان بودن، ما کلاسمون به زبان انگلیسی برگزار شد. فکر میکنم برخی از عکساش رو هم قبلا گذاشتم توی اینستاگرام، هم توی کانال تلگرام. خب هر روز یک ساعت به اذان مغرب کلاسمون انجام میشد، استقبال از کلاس خیلی فراتر از انتظار، حدود 20 نفر شرکت میکرد، حتی بعضی آقایون گفتن ما میتونیم بیایم، چون محیطمون کوچیک بود و جا نمیشدن، یعنی مشکل بود. برخی اوقات روزایی پیش اومد که به شدت بارونی بود، بارونهای نیوزلند یه نم نبود، شدید. خب من میامدم مثلا 10 دقیقه قبل از کلاس دیگه میگودم امروز بعید کسی بیاد، یه دفعه میدیدیم همه آمده، یعنی سر ساعت تو اون بارون میامده، اینطوری علاقه داشت.
بیشتر اون شکل کننده کمتر از 40 سال داشتن، متأهل بودن و جوان. تقریبا میشه گفت که تو اون ایام ما حتی یک قایب هم نداشتیم، یعنی منظم شرکت میکردیم.